سرکوب حکومتی در بحرین و اعتراضات مردم عادی و فعالان اجتماعی یا سیاسی تمامی ندارد. در همین راستا یک روحانی شیعه بحرینی که در زندان مرکزی جو به سر می برد در اعتراض به آزار و اذیت و محرومیت از درمان دست به اعتصاب غذا زده است. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. بیش از ده سال از آنچه که انقلاب مردم مظلوم بحرین نامیده می شود می گذارد. اما حکومت بحرین همچنان به سرکوب اعتراضها بازداشت افراد و فعالان به خصوص شیعیان این کشور ادامه می دهد رسانه های بحرینی ساعتی پیش خبر دادن و الاسلام شیخ میرزا محروس روحانی شیعه بحرینی که در زندان مرکزی جوه به سر می برد در اعتراض به آزار و اذیت نگهبانان و محرومیت از درمان از روز جمعه 16 آوریل 2021 دست به اعتصاب قضا زده است منابع محلی به نقل از خانواده این روحانی شیعه بهرینی گفتند شیخ محروس از بیماری های مزمن رنج میبرد و احکام قانون مجازات جایگزین با وضعیت وی منطبق است این در حالی است که بیش از یک سال است در چارچوب مجازات جایگزین درخواست آزادی شیخ محروس ارائه شده اما علا مهیا بودن تمامی شرایط و احکام مورد نظر مقامات آل خلیفه این درخواست را قبول نکردند خانواده شیخ محروس از وضعیت سلامتی وی به ویژه در سایه شروع ویروس کرونا در زندانهای بحرین و ابتلای بیش از صد زندانی به کرونا بسیار ابراز نگرانی کردند. حجت الاسلام محروس به پانزده سال حبس محکوم شده که ده سال آن سپری شده است. وی بارها در اعتراض به بدرفتاری و محرومیت از درمان دست به اعتصاب غذا زده است و همچنین به خاطر اقرار گرفتن تحت شکنجه بعد از بازداشتش در سال 2011 از ناحیه کمر آسیب شدیدی دیده و در نتیجه عدم دریافت دارو و محرومیت از درمان به نوعی بیماری در روده بزرگ مبتلا شده ولی اداره زندان مرکزی جوه توجهی به وضعیت سلامتی وی ندارد دادگاه نظامی بحرین شیخ محروس را به خاطر ارتباط با فعالان سیاسی در بحرین به پانزده سال حبس محکوم کرده بود